خب وقت شما به خیر باشه دوستان عزیز بیننده. ما در برنامه خانه مهر تلاش میکنیم در گفتگوهای پزشکیمون به بخشی از سوالات شما که از طریق ایمیل ها به دستمون میرسه پاسخ بدیم. به همین خاطر در بعضی از برنامه ها در دو بخش و دو پارت مهمانانی رو داریم در گفتگوهای پزشکی که هر یک از زاویه‌ای بتونن به سوالات عمده‌ای که به دست همکاران من در شبکه جهانی جامع جمع میرسه پاسخ بدن. بخش اول گفتگوی پزشکی امروز تقدیم حضور شما شد و در بخش دیگری از این گفتگو در خدمت های دکتر بیات هستیم، متخصص ENT گوش و حلق و بینی و فوق تخصص جراحی سر و گردن و در مورد اعمال جراحی زیبایی بینی ابهاماتی همیشه وجود داشته که فکر میکنم در قالب سوال هایی که به دستمون رسیده بتونیم پاسخ هایی را از آقای دکتر بیات خدمت شما ارائه بکنیم. با آقای دکتر خوش آمد گفتم اما مجددا در محضر شما بهشون خوش آمد میگم. دکتر خیلی خوش آمدید. مرسی، ممنون. منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزمون. زنده باشید. آقای دکتر، این سوالاتی که در مورد جراحی زیبایی بینی معمولا شکل میگیره تو ذهن دوستان که امیدوارم شکل بگیره، چون گهگاه خودشون اصلا به این موضوعات فکر نمیکنن و بعد پزشک که حالا این موارد رو مطرح میکنه یک پروسه جدیدی برای این دوستان باز میشه. یادم میاد اینو بارها گفتم، یکی از اون مواردی که در جراحی زیبایی بینی در واقع حتما باید لازم بشه مشاوره روانپزشکی است. یعنی فرد باید حتما یک مشاوره بگیره، اول بدونه که خواستش چیست، بعد یک پزشک رو در این پروسه جراحی قرار بده. با این سوال بکنیم که چرا اینقدر متقاضیان جراحی زیبایی بینی تو ایران زیادن آقای دکتر؟ بله، میدونیم که کشور ما یک کشور جوونیه، درصد جوونا تو جمعیت ما خیلی بالاست نسبت به کشورهای دیگه و جالب اینجاست که متقاضیان این عمل جراحی هم خب بیشتر جوان ها هستن. یکی از دلایلش همین جوان بودن کشور ماست. نکته دیگه ای که هست اینه که نژاد ما نژاد آریاییه. اگر مقایسه کنیم نژاد آریایی با نژادهای دیگه مثل چین و ژاپن یا اروپایی ها، میبینیم که قوز بینی توی نژاد آریایی شیوع بیشتری داره تا نسبت به نژادهای دیگه. یکی از دلایل مهمش هم ممکنه همین باشه. البته دلایل دیگه هم ممکنه باشه که ما خیلی راجع به اون مسئله وارد جزئیات و اینا نمیشیم. اما مهم اینه که اون فردی که تصمیم میگیره برای جراحی زیبایی بینی بدونه که اون مرحله قبل از جراحی زیبایی بینی به همون اندازه خود عمل جراحی میتونه با ارزش و مهم باشه. آقای دکتر، این بیماری که رجوع میکنه برای اینکه خواسته ای رو تأمین بکنه، که حالا این خواسته ممکنه بخشش تأمین زیبایی باشه، بخشش میتواند در کنار تأمین زیبایی برطرف کردن یک عیب باشه، یک عارضه باشه در مجرای تنفسی. چطور باید این خواسته خودش رو مشخص و دقیق بکنه؟ البته الان تکنولوژی خیلی به کمک اومده، قدیم شاید اینگونه نبود، دست جراح اینقدر باز نبود که بتونن یک تصویر شماتیکی از بعد از عمل رو مجسم بکنن، اما بارها همکاران شما گفتن که بیمار باید بداند که یک تصویره و یه مقدار خواسته هاش باید عینی تر و واقعی تر باشه تا خیلی رویایی بخواد فکر بکنه. چطور باید این خواسته رو مشخص کنه؟ ببین، تو این تصویر اگر ما دقت کنیم، بیمارهای مختلف با بینی‌های متفاوت به ما مراجعه می‌کنند. میشه این مقدار این لپتاپ رو بگردید به سمت همکاران من؟ بله. بیمارهای مختلف با بینی‌های متفاوت به ما مراجعه می‌کنند و هر کدوم خواسته‌ای دارن. تو این دست از بیمارا یه عده میگن که ما می‌خوایم که بینیمون قشنگ‌تر بشه. یه عده میگن ما می‌خوایم بینیمون تغییر کنه. یا بعضیا میگن ما میخوایم بینیمون جوری باشه که به صورتمون بیاد. اینا خواسته هایی نیست که بشه تعریفش کرد و دقیق بشه بررسیش کرد. اما بیمارایی هستن که میدونن خواستشون چیه، دقیقا میان میگن که ما قوز بینی داریم و فقط میخوایم قوز بینیمون برداشته بشه، یا اینکه از همه قسمت های بینیمون خوشمون میاد و فقط سوراخ های بینیمون بزرگه، میخوایم یه مقدار کوچیک‌تر باشه. دسته دوم معمولا افرادی هستن که از نتیجه جراحی رضایت خیلی خیلی بیشتری دارن نسبت به دسته اول. اما ما چیزی که بهشون توصیه میکنیم، اگر میخوان
تصمیم به جراحی بگیرن یا گرفتن حتما به عکسای خودشون دقت کنن، بدونن که چه تغییری باید توی بینیشون داده بشه تا اونا راضی بشن، بعد اینو بیان مطرحش کنن. تو این عکسایی که در واقع اشاره کردین الان بهش چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ عکسی که ما برای طراحی انتخاب میکنیم و پیشنهاد میکنیم باید یه خصوصیت‌های خاصی داشته باشه. این عکس حتما باید از تمام رخ، نیم رخ و سربالا شامل باشه. این تصاویر رو ببینیم و ترجیحاً نیم رخ و تمام رخ و سربالا. سربالا بله. که قسمت‌های مختلف بینی رو بتونه نشون بده. ترجیحاً بدون آرایش باشه و ترجیحاً این عکس رو عکاس پزشکی بگیره که زاویه‌ها رو خیلی دقیق نشون بده. درست. و اگر ما بخوایم طراحی کنیم بهتره که یه مقیاسی که زیر این عکس دیده میشه بهش توجه بشه و اون مقیاس به ما کمک میکنه وقتی که با نرم افزارهای پزشکی میایم این تصویر رو تغییرش میدیم بتونیم اون تغییر رو اندازه گیری کنیم به میلیمتر و به درجه بتونیم اندازه من گیریم. بیمار که حالا البته واژه بیمار نمیدونستن درست هست یا نه، کسی که در واقع داوطلب جراحی زیبایی بینی میشه ممکنه که تو ذهنش یک طراحی داشته باشه آقای دکتر. بله. این طراحی گهگاه ممکنه خیلی تخیلی و رویایی هم باشه. بله. هر شکلی رو که من طراحی تو ذهنم کرده باشم شما پیاده میکنید خب. یا اینکه شما اون طراحی رو تصحیح میکنید؟ خب ببینید ما برای اینکه بدونیم مریض به چه خواسته ای داره خب میایم بدون قضاوت قبلی اون چیزی که خودش میخواد و براش طراحی میکنیم. اینجا طراحی کردن هیچ محدودیتی برای ما نداره، فقط میخواییم بدونیم که تو ذهنش چی میگذره. خب اگر ببینیم که اون طرحی که براش طراحی شده یه چیز غیر معمولیه، یه چیزیه که دست نیافتنیه، یا اگر ما براش اجرا کنیم براش ضرر داره، اینو براش توضیح میدیم. ترجیح میدیم که فکرش رو اصلاح کنیم و عوارض اون عمل جراحی که براش قراره انجام بگیره و اینا رو براش گوشزد کنیم و شیفتش بدیم که این فکرش رو اصلاح کنه. در نهایت اگه قبول نکرد خب ما قبول نمی‌کنیم که جراحی کنیم برایشون. اما اگه خواستش خواسته منطقی باشه با اون شرایطی که گفتم خدمتتون، میریم سراغ مراحل بعدی که فاکتورهای دیگه‌ای که قبل از عمل جراحی لازمه ما بهش توجه کنیم بهش توجه کنیم. خب در نهایت پزشک مربوطه یک طراحی رو به توافق میرسه با مراجع کنندش تا حدودی. بله. سوال من اینه این توافق درست 100%، اما آنچه که بعد از عمل در واقع ظاهر میشه با اون طراحی ما چند درصد انطباق خواهد داشت؟ میشه گفت که اگر درست انتخاب بشه بیمار و اون خواستش خواسته معقولی باشه و جراح خودش دست جراحی خودش رو میدونه که چقدر نتیجه میگیره، خیلی از این طراحی‌ها به اون نتیجه بعد از عمل شباهت دارن و بعضی وقتا ممکنه واقعا بهترم باشه، چون این طراحی های ما طراحی دو بعدیه، اما بیمار اون نتیجه‌ای که میبینه بعدها نتیجه سه بعدیه، ممکنه راضی ترم باشه. اما در کل میشه گفت که اگر اون شرایط اجرا شده باشه خیلی ها به اون حالتی که طراحی شده شبیهن، هرچند نمیتونیم اینو تضمین کنیم چون تو هیچ جراحی ما نمیتونیم نتیجه جراحی رو تضمین کنیم. درسته. یه سوالی بپرسم، حالا امیدوارم که احسای ادبی به جراحان زیبایی نباشه و بعضی دوستانی هم که این عمل جراحیشون صورت گرفته ناراحت نشن، ولی واقعیت اینه که ما گهگاه یک فردی رو میبینیم که ممکنه بینی حتی قوزداری داشته باشه اما به چهره خیلی میاد. بله. بینی بزرگی داشته باشه اما به اون چهره میاد و بعد عمل جراحی صورت میگیره. بله. چهره نامتقارنی ایجاد میشه، یعنی اینکه با وجودی که بینی کوچیک میشه قوزش برداشته میشه اما به اون صورت نمیاد. بله. و اون فرد به جایی که به تعبیری زیباتر بشه نازیباتر میشه. درسته. گفتم امیدوارم مثل ادب نه به بیماران بشه نه پزشکان. این اتفاق چرا میفته؟ یعنی واقعا پافشاری فرد برای اینکه در یک چنین فرمت جدیدی قرار بگیره جراح رو وادار میکنه که این کار رو انجام بده؟ بله. اگر ما از کل صورت غافل بشیم و فقط فوکوس کنیم روی بینی. درست. ببینید بینی هیچ موقع به تنهایی دیده نمیشه. بله. بینی توی صورت دیده میشه. مهمتر از زیبایی بینی تناسب بینی با دیگه قسمت‌های صورته. خب اگر ما فقط فوکوس کنیم به یه بینی ممکنه بینی رو خیلی شکیل و قشنگ در بیاریم اما به این صورت نیاد. مهمترین نکته رو باید توجه بهش کنیم که خود فرد کارش چیه، شغلش چیه. اگر ما به یه طنز پرداز اگر توجه کنیم واقعا بینی‌های بزرگ بهشون میاد، به شغلش متناسب با شغلشون. اگر کوچیکش کنن
اون جذابیت کاری و حرفه‌ای رو نمیتونن داشته باشن. پس ما توجه کنیم که این بینی برای چه فردی داره طراحی میشه، صورتش چجوری، حتی باید به قد اون فردم توجه کنیم. خیلی نکته مهمیه که بینی که برای یه فرد قد بلند طراحی میکنیم باید متفاوت باشه با اون فردی که با یه فرد قد کوتاه طراحی میکنیم. مثلا افرادی که بینیشون خودشون قد بلندن، اگر بینی نوک بینی یه مقدار بالاتر بره، این نازیبایی و ناهماهنگی بیشتری ممکنه ایجاد کنه، در صورتی که یه فرد قد کوتاه و اگر همچین تغییر ایجاد بشه ممکنه همچین مشکلی براش پیش نیاد. من یه سوال دیگه می‌پرسم، بعد دلم می‌خواد اگه شما توصیه دیگه‌ای داشتید زمینه بشه. باز می‌خوام برگردم سر اون عکسی که فرمودید. ما واقعا بدون گرفتن عکس می‌تونیم آقای دکتر اقدام به عمل جراحی بکنیم؟ این سوالو من با این سوال جواب میدم که آیا بدون بستن کمربند ایمنی می‌تونیم بریم مسافرت؟ بله می‌تونیم بریم مسافرت. بستن کمربند ایمنی فقط ایمنی ما رو بالا میبره، هرچند باید به چیزهای دیگه مثل ترمز ماشین، سرویس کردن ماشین قبل از سفرمون توجه کنیم. درسته. طراحی عکس نشون میده که ما قبل از عمل با چه ایرادایی مواجه هستیم، خواسته بیمار چیه که چه چیزایی رو تغییر بدیم و هدفمون رو مشخص کنه. در واقع میشه گفت که ضریب اطمینان کار ما رو و دقت جراحی ما رو میتونه تا حدودی بالا ببره، اما بدون توجه به نکات ایمنی دیگه مطمئناً نمیتونه کارساز باشه. آقای توبرید خیلی متشکرم از حضورتون تو برنامه و ممنون که با این سوالات عمومی که تقریبا میشه گفت تو ذهن خیلی شک میگیره بحث رو هدایت کردید. از شما دوستان عزیز هم تو این بخش متشکرم که با ما بودید. من فرصت و مجالی میخوام برای اینکه با هم با شما خدافظی کنم، هم برای مشایعت های دکتر بیات و همکارم سرکار خانم محافل در چند قدمی ما در آشپزخانه. این دقایق پایانی رو با شما خواهند بود. وقتتون بخیر.